سرپرست وزارت دفاع جایگاه علیپور را پیدا کرده و او را گرفتار میکنیم زیرا فرق میان علیپور و طالبان وجود ندارد به نام خداوند بخشاینده و مهربان با سلام و وقت و خیر بیننده و شنوندگی از انشاءالله خانستان هستیم. امروز 3 آپریل سال 2021 میلادی و برابر با همه حمل چهارده هجری شمسی است یاسین زیا سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که فرق میان طالبان و علیپور وجود ندارد او همچنان تاکید کرده است که عملیات بازداشت علیپور جریان دارد و در بخش ردیابی خوب پیش رفته ایم و بالاخره به زودی او را دستگیر میکنیم حرف او به این معنا که آنها دنبال ردیابی علیپور هست و از طریق شبکه های مختلف توانسته است که جایگاهش را تا حد تثبیت کند یاسن زیا بارها تاکید کرد که عملیات برای بازداشت فرمانده پور ادامه دارد و خواهند داشت و اضافه کرد که شب گذشته قندهار، بغلان، بدخشان و چندین ولایت دیگر شاهد درگیری‌های های شدید بود که به طالبان نیز تلفات شدیدی وارد شده است. اینکه همیشه وزیر دفاع فقط دنبال انتقام از علیپور است، انتقادهای های گسترده را در پی داشته است. هواداران علیپور که مردم عام هستند، حکومت را به تبعیض علیه هزاره ها متهم می‌کند. اما ظرن علی پور میگوید که میان طالبان و علی پور تفاوت ها از زمین تا آسمان است طالبان نزدیک به سی سال است که ابتکار ترین مدل های جنایت و کشتار و نسل کشی و انتحار انفجار را مرتکب شده است اما زندانیان به صورت هزاران نفری بدون کدام قید و شرط آزاد می شوند میلیون ها دلار برای صلح با آنان هزینه می شود جنایت هایشان توجه می شود هایشان نادیده گرفته می شود جرایمشان تطهیر می شود و مجرمان و جنایتکارانشان تبریه می شود تا صلح بیاید و تشبهس پایدار مستقر شود اما در بیسود هفت هشت هلیکوپتر و جد بالای خانه های مردم به جرم این که از علیپور حمایت می کنند بم می افکنند هوادار همچنان می گوید که طالبان تاکنون چندین هلیکوپتر ارتش را سرنگون کرده هزاران نیروی ارتش و پلیس و غیره را کشته ده هزار غیر نظامی را به کام مرگ فرستاده و همچنان همه روزه مرتکب این جنایت ها می شود اما هیچ مقام دولتی نه تنها که برای سرکوب و انتقام یعنی مجازات سخت به تعبیر آقای غنی از تروریست های مزدور پاکستان وارد عمل نمی شود بلکه حتی به قربانیان بیشمار جنایت های طالبان نیز اعتنای نمی شود و محمد اشرف غنی تا حتی یک بار به سربازان کشته شده در نتیجه فرو افتادن هلیکوپترهای ارتش و وسایل طالبان تماس نگرفته است و با هیچ کدام از آنها غمشاریکی نکرده است اما درباره بیسود و علیپور این کار را کرده تا نشان دهد که اشرف غنی کاملا علیه عبدالغنی است و تا حذف کامل او از پا نخواهد نشست البته مخاطبان عزیز هدف هواداران علیپور تنها عبدالغنی علیپور هست نه عبدالغنی برادر زیرا این دو تا با هم از زمین تا آسمان فرق دارد همان فرقی که علیپور دقیقا با طالبان دارد چندی قبل یکی از بزرگان تاجیک نوشته بود که اگر فرق بین علیپور و طالبان وجود ندارد با او صلح کنید و به نشست استانبول دعوتش کنید به نظر شما چرا حکومت اینقدر دنبال علیپور هست تا از او انتخاب بگیرد